سلام و درود بینندگان گرامی از دو تیوی. امروز چهارشنبه 21 اپریل است. در استودیو با شما هستم فیروزی عید. اینک توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای کوتاه تاجیکستان و جهان. بانک آسیای رشد در تاجیکستان 2.1 میلیارد دلار مبلغ گذاری کرده است. مولدوا نتیجه تحقیقش درباره شناسنامه جاسوسی روسی را اعلان کرد. تاجیکستان چی؟ بازداشتی سرخطی برای گفتنی پیشوایی نادان. تطبیق لایحه بانک آسیای رشد در سال 2020 در تاجیکستان صرف نظر از مشکلات پاندمی کووید 19 در مجموع قناعت بخش بود. در این باره در یک جلسه مشترک نمایندگان بانک آسیای رشد و حکومت تاجیکستان گفته شد. طبق اطلاع دفتر بانک آسیای رشد در تاجیکستان، در این نشست بررسی سالانه تطبیق لایحه ها در سال 2020 جمع بست کرده شدند. سال 2020 سال بی سابقه در سراسر جهان و دشوار برای لایحه ها بود. اما با دستگیری و سعی قوی همکسبان خود ما توانستیم که بعضی مشکلی ها را پس سر نماییم و نتیجه خوب به دست آوریم، گفت شانی کمبل نماینده دائمی بانک آسیای رشد در تاجیکستان. با وجود این دو لایحه با سبب به اتمام نرسیدن قراردادها و پرداختها با سبب پاندمی کووید 19 همچون در خطر قرار داده شدند. اینچنین اشتراکچیان مجلس مسئله های عمومی را که به تطبیق لایحه ها تاثیر می رسانند محاکمه نموده، درباره نقشه چوربینی ها برای حل آنها به موافقه رسیدند. در سال 2020 به صندوق بانک آسیای رشد در تاجیکستان 18 لایحه با مبلغ عمومی 960 میلیون دلار آمریکایی شامل بود. از آن 91% در اساس گرانت مبلغ گذاری شده است. الکساندر پیتروف شهروند روسیه شناسنامه با نام شهروند مولدوا نیکلای پاپا گرفتهش قلبکی بوده، در واقع چنین شناسنامه با نام این شخص وجود نداشته است. در این باره روز 20 اپریل اینترفاکس از قول مسئولان آژانسی خدمت رسانی دولتی مولدوا که خزینه همه نمود حجت های مولدوا را نگهداری میکند اطلاع داد. آژانسی به اینترفاکس گفته که شهروند با نام و نسب نیکلای پاپا سال تولدش 18 ایولی سال 1979 در فهرست دولتی ثبت نام نشده است و شناسنامه با رقم A3194368 به نام شخص دیگری داده شده است که در جای دیگر و تاریخ تولدی دیگر است. اگنتی خدمت رسانی دولتی مولدوا پس از آن که پلیس چخی روز 17 اپریل رویخط جستجوی کارمندان احتمالی سرایوست جنرالی وزارت مدافع روسیه الکساندر پیتروف و روسلان بوشیروف را اعلان کرد، تحقیق خود را در مورد حقیقت داشتن نیکلای پاپا همچون شهروند مولدوا آغاز کرد. مقامات جمهوری چخی آنها را در دست داشتند. در دو ترکش در انبار لوازمات جنگی در ماه‌های اکتبر و دکبر سال 2014 گمانبر می‌دانند. همچنین این افراد از جانب مقامات بریتانیا در زهرالدوچوی سرگی و یولیا سکریپال ها در سالزبری در سال 2018 گمانبر دانسته می‌شوند. طبق اطلاع مقامات چخی گمانبران از شناسنامه‌های روسیه به نام الکساندر پیتروف و روسلان بوشیروف، اینچنین شناسنامه مولدوا به نام نیکلای پاپا و شناسنامه تاجیکستان به نام روسلان تبروف استفاده کردند. گفته می‌شود برای به انبار سلاح در چخی وارد شدن تبروف نامه‌ای را نیز از وزارت دفاع تاجیکستان نشان داده است که به آنها اجازه بازدید از انبار سلاح را درخواست کرده است. اما مقامات تاجیکستان روز یکشنبه گفته بود که تا روز دوشنبه حقیقت شناسنامه تبروف را معین نموده اعلام میکند، اما تا حال مقامات در این باره خاموشند. یادآور میشویم که 17 اپریل مقامات چخیه درباره اخراج 18 دیپلمات روس قرار برآورد. با ادعای پراگ کارمندان خدمات جاسوسی روسیه در زیر پوشش دیپلماتیک کار میکنند. مقامات چخیه این اقدام را پیش گرفتند، زیرا طبق ورسیه آنها خدمات مخصوصی روسیه در ترکش انبار لوازمات جنگی در جمهوری چخیه در سال 2014 دست دارند. در این ترکش دو نفر جان داده بود. وزارت کارهای خارجه فدراسیه روسیه در پاسخ 20 کارمند سفارت چخیه در مسکو را عنصرهای نامطلوب خواند و برای آنها یک روز مهلت داد تا مسکو را ترک کنند. 20 اپریل کرمل گفت که جانب روسیه قصد تفتیش دلیل سفر شهروندان روسیه الکساندر پیتروف و روسلان بوشیروف به چخیه را در سال 2014 ندارد، زیرا آن عیب‌های مقامات چخیه را به معنی می‌شمارد.
در دوشنبه مرکز مهاجرت تأسیس می‌یابد. با گفته مقامات روسیه، این مرکز کاری ترتیب و ثبت اسناد مهاجرانی که برای کار به روسیه رفتن می‌خواهند آسان می‌کند. با گفته آنها، مهاجران پیش از سفر می‌توانند برای گرفتن پتنت و ثبت جای بود و باششان اکثری اسناد را از اینجا آماده و تقدیم کنند. درباره تأسیس این مرکز، سردار سرایاست مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه والنتینا کازاکووا که عین حال در تاجیکستان قرار دارد، روز 21 اپریل ضمن نشست خبری اطلاع داد. کازاکووا در نشست مطبوعاتی قید نموده که کشاده شدن چنین مرکز میتواند اکثر مشکلی های مهاجران را حل کند، از جمله به رسمیت دراری حضور مهاجران را در روسیه ساده تر خواهد کرد. کازاکووا تاکید داشت که مرکز مهاجرت تنها با صلاحیت خود تاجیکستان تأسیس می‌یابد. با نوشته سپوتنیک تاجیکستان، خانم کازاکووا افزوده که تشخیص طبی مهاجران و معلومات درباره امکان ورود آنها به قلمرو این کشور را شهروندان تاجیکستان می‌توانند در وطن خود گیرند و دقیق کنند. با گفته کازاکووا، این مسئله حالا از جانب مقامداران دو کشور در حال بررسی قرار دارد و در آینده نزدیک نتیجه آن معلوم خواهد شد. حیات افغانستان برای آموختن تجربه های تاجیکستان در سمت نایل شدن به صلح و رضایت، تامین امنیت شهروندان و آبادانی پایتخت به دوشنبه خواهد آمد. بر اساس خبر خبرگزاری از اپلوس، حیات افغانستان با دستور شخصی رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به دوشنبه سفر میکند. این مطلب را سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اکبر در ملاقات با وزیر معارف و علم تاجیکستان محمد یوسف امامزاده ابراز داشت. با گفته دیپلمات افغان، رئیس جمهور چنین یک امر را پس از یک سفر رسمی در آخر ماه مارس به دوشنبه داده است و در آنجا در کار کنفرانس نوبتی وزیران قلب آسیا روند استانبول نیز شرکت ورزیده است. طوری از وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر دادند، امامزاده از دیپلمات افغان مسئله های گسترش همکاری دو کشور را در شاههای معارف، علم، آماده سازی کادرها بررسی نمودند. در شاخص آزادی بیان، تاجیکستان باز یک زینه پایین رفته با گرفتن مقام 162 به ترکمنستان نزدیک شد. حالا تاجیکستان و ترکمنستان از بدترین کشورهای رعایت کننده آزادی بیان میان 181 کشور دنیا بوده، اولی در زینه 162 و دومی در زینه 178 قرار دارد. چنین بهاگذاری را همساله گزارشگران بدون مرز در گزارش پیش از روز جهانی آزادی بیان نشر میکنند. با فرق از ترکمنستان، به این سطح پایین آمدن آزادی بیان در تاجیکستان طول چند سال اخیر باقی آمده است. تاجیکستان سال 2009 در این شاخص در میان کشورهای آسیای مرکزی در مقامی از همه بلندتر 113 جای داشت که حتی از قرغیزستان پیش صف بود، چون قرغیزستان آن زمان در مقامی 125 قرار داشت. از آن زمان تا حال قرغیزستان در این سمت پیشروی کرده، مقامی 79 در شاخص آزادی بیان را صاحب شده است که میان کشورهای دیگری آسیای مرکزی از همه پیش صف است. تحلیلگران گزارش میگویند که مقامات تاجیکستان بریجه با خبرهای دروغین درباره کووید 19 را همچون بهانه محدودیت منبعده مطبوعات استفاده کردند. گزارشگران این سازمان تاجیکستان را به عنوان یک کشور خودکمان نام بردن میگویند مقامات این کشور امکان دارند همه گونه خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را درباره بیماری‌های سرایتی همچون خبری بردروغ و ناصحیح حساب کنند و مؤلفان آنها بدون دو معاش حداقل بمانند یا برای 15 روز محبوس شوند. طبق گزارش این سازمان، در شاخص آزادی بیان کشورهای دیگری سابق شوروی روسیه مقام 150 و بلاروس مقام 158 سرکوب کننده ترین و خطرناک ترین کشور آزادی بیان در اروپا عنوان شده است. قرغیزستان مقام 79، قزاقستان 155، ازبکستان 157 و تاجیکستان 162، ترکمنستان از همه بدترین در آسیای میانه و یکی از بدترین ها در سطح جهان مقام 178 را گرفته است. نروژ، فنلاند و شوئدیه، این سه کشور مقام اول را کسب کرده، از همه کشورهای دنیا راحت و مناسب برای فعالیت روزنامه‌نگاری عنوان شدند. در تاجیکستان پس از بسته شدن حزب عمده مخالفین، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیرتر قبول قانون پیشوا، وضع آزادی بیان به مراتب بدتر شد. چند تن از روزنامه‌نگاران که از اعضای این حزب بودند حالا در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا میکنند. اخیراً مسئولان سازمان گزارشگران بدون مرز از وضع سلامتی ژورنالیست زندانی حکمت الله سیف‌الله‌زاده اظهار نگرانی کردند.
سامانه بامداد از بازداشت داملا عبدالحق سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه خبر داد. گفته می شود سرخطیب شامی 19 اپریل از جانب کارمندان شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی در ناحیه فردوسی پایتخت بازداشت شده است. شرح رسمی تا حال در این باره وجود ندارد، اما بامداد از قول منابعش در مقامات امنیتی سبب بازداشت داملا را به موعظه مراسم دفن داملا حکمت الله تاجیک‌آبادی ربط دادند. داملا عبدالحق در آن موعظه داملا حکمت الله را از پیشواهای بزرگ ما گفته است. امروز ما و شما میبینیم که یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالم هایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، هم عالمی ربانی، هم مرشد، هم حافظ کلام الله، دارای تمام صفات های خوب، امروز از میان ما رفت. وقتی که چنین انسان ها در میان مردم باقی نماند، خداوند عالم را باقی نگذاشت، مردم دیگر پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. همصحبتانی بامداد گفتند که مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره‌ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. اما یکی از افراد نزدیک به داملا عبدالحق گفته است موعظه او در مراسم دفن داملا حکمت الله یگان پیام سیاسی نداشت و منظورش از پیشواهای جاهل و نادان تنها آن خادمان دینی بوده که از داملا حکمت الله در علم و دانش کمترند، ولی با وجود کم علمی باز فتوا صادر میکنند. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه خبری امروز با پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر را در سامانه ما از دن نقطه تیوی و کانال تلگرامی از دو تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.